به هر حال ساختمون قدیمیه دیگه، یه موقعش چکه میکنه، یه موقع دیوارش تبله میکنه. من از هر خانواده خواهش میکنم که نفری 300 تومن تا فردا آماده کنن که ما بتونیم اقدام بکنیم. بعضی وقتا یک کسی در شرایط اقتصادی خوبی به سر نمیبره، شاید به خاطر اینی که میخواسته پاک باشه. کارت ITC یه بازیکن خارجی 2 روز جابجا کنه، 7,000 دلار هم بهم میدن. به زن من پیشنهاد رشوه میده، به زن برام تاکسیش. 2 روز ما تاریخ کارت ITC این بچه را جا حل قربه بدارم. من فکرم 5-6 روزه این که انجام شده بدون شما. چه اجازه این بزنه من پیامک دادی؟ چرا دستتو به نازه بدم؟ من دعوت زن کار درستی کردی آقای اشبموله از بوندسلیگا. مای نام ایست شپیتی موله. سلام به همگی. هلو مهناز، دارم باهات مهناز یه دقیقه اونو بیار پایین، دارم باهات صحبت میکنم. بهر من میخوام قضیه پایینو فراموش کنم، نمیخوام باهات قهر کنم. هرچی تو عید قهر کردیم بسته. تو حرف منو گوش بکن، اگه غیر منطقی بود هر چی خواستی بگو، بزن تو دهن من. مهناز یه جوونی با 1000 امید و آرزو از اون سر دنیا اومده تو غربت برای 2000 پول. از بین این همه کشور تو دنیا تقدیرش اینجا بوده. من و تو کیم با سرنوشت مبارزه کنیم مهناز؟ بهرام تو الان میخواستی اون یارو رو نیم ساعت پیش بکشی. بله. الان چی شده طرفدارشون؟ من همین الانم این دلاله رو ببینم یه کله تو صورتش میزنم. من با دلاله کاری ندارم، ولی خدا شاهده این پسر جوان رو دیدم پشتم لرزی، تیر کشید. آلمانی آریایی برادرم از پشتم مهناز. گفتم بهرام تو کی؟ گفتم بهرام کجای این کره خاکی وایسادی؟ داری با خودت چیکار میکنی؟ چند چندی این جوون برگرده بره آلمان زیر پل پارک وی اونجا معتاد بشه؟ تو جوابشو میدی؟ تو وجدانت راضی میشه؟ تو اصلا نگران وجدان نباش، اصلا به وجدانت فشار نیار بهرام جون. این آقا چند ماه دیگه صبر کنه، میتونه واسه فصل بعدی با هر تیمی که دلش میخواد قرارداد ببنده، قانونی رسمی بی دردسر. مهناز با چه دل و جرأتی این آهو برای زندگیمون داری میخری؟ مهناز نکن با زندگیمون این کارو. بهرام من کار غیر قانونی نمی کنم. خیلی خوب نکن، یکی دیگه میره میکنه، مایش هم گیری یکی دیگه میاد. مایه؟ آقا اصلا من کاری به بوندسلیگا و این بچه قطی ندارم، گوره بابای جفتشون. یه تیم پرطرفدار تو کشورمونه، دروازه‌بان نداره، گلر اولش محرومه، گلر دومش مصدوم. میتونم همه اینا رو خودم و پروندهش زیر دست خودمه. خب خیلی خوب، من از این تیم اگه فردا یه گل مف بخوره آه و نفرین یه ملت میاد پشت زندگی من و تو. این تیم اگه گل مف بخوره جووناش میرن معتاد میشن. چقدر نگران اعتیاد جوونا، یعنی هر کی تیپش گل بخوره بعد بره معتاد بشه؟ اصلا اینقدر مواد نیست. ما رو متوجه نمیشی مهناز. یه لحظه به من گوش کن. من از یه منظر، نه اونو که کردم موکرتم، اصلا میخوام یه منظر دیگه این قصه رو برات باز کنم. اصلا میریم سر اصل مطلب. این بچه قراره به دنیا بیاد یا نیاد؟ اینو به من بگو. اگه قراره نیاد منم تکلیفمو بدونم. نه دیگه، انتا اینجا اومده میاد دیگه. همون شده رفت، این بچه داره میاد. بچه وقتی بیاد پوشک نمیخواد مهناز، شیر خوش نمیخواد مهناز. شش به هم بذاریم بچه بزرگ میشه، میخواد بره مدرسه شهریه نمیخواد. این بچه باهوشه میره دانشگاه شهریه نمیخواد مهناز. این بچه قطعا خوشگله، خواستگار داره، میخواد ازدواج کنه. من با دنده 1, 2, 3, 4 میتونم برای این جواز تهیه کنم مهناز. بعد میخوای سرکوفت شوهر خانواده، شوهر مادر، شوهر خواهر، شوهر بخوره؟ نه اصلا شوهرش نمیده. بچه پسره بچه دار میشه، نوه دار میشم، پدر بزرگ فلان فلان شدهش، نباید یه سه چرخه برای من. حالا از هر کجا معلوم ما تو موقع زنده باشیم؟ چه آینده نگر شدی تو؟ همه هم میخوای با چندرغاز پول این دلاله جور کنی؟ ده مشکل من با تو همینه، چندرغاز نیست، من از 5,000 دلاره. نه به من گفته بود 7,000-8,000 داره، ولی من قبول نمی کنم. مهناز هرچی زندگی من و تو رو از این رو به اون رو میکنه مهناز، کافیه یه 0-2 کنی. همین یه 0-2 کنم. آره عزیزم، همین من نمی کنم این کارو. ببین عزیزم، گوش کن مهرام جان، این آقا بعد از بسته شدن پنجره نقل و انتقالات اروپا اقدام کرده، ITC واسه صادر نمیشه. تمام آقا، یه پنجره یه جای دنیا بسته شده، یه جا بازش کن. آقا این آقا اصلا بره هند، اونجا پنجره نقل و انتقالاتش همیشه باز. بازه باز. قلبم قلب درد میکنه، میخوای از پروانتی مرد قرص زیر زبونی بگیرم؟ یه 0-2 کنیم از
بهرام داری مخمو میخوری. یه کاری میکنم باید فرکار. من دیگه گوشت نمیکنم. ایست خوشمزه واسه هم میخوری؟ Die eine Hälfte wird ausgehen und die andere Hälfte. Oh, shit. میگم آقا زامبیا خواهرتون آلمانی بلدیه، داره مسخر بازی در میاره. اما خواهر من آلمانی فول مری خانوم، یه بار رفت آلمان، آلمانی ها بهش میگفتن انقدر غلیظ آلمانی حرف میزنی ما نمیفهمیم چی میگی. البته من یه چیزی بگم، و بالاخره خیلی از آدم ها مجبور میشن به خاطر شغلشون زبان یاد بگیرن. خب اینا یخچال نو که نمیفروشن که، دست دوم تعمیر میکنن جای نو میفروشن، تا زبان لازم نداره، با علم شارم میشه. مری خانوم خواهر من از بچگی آلمانیش فول بود، با اونور خلازین یه معدن بود، آلمانی‌ها داشتن استخراج میکردن، خواهر من چون با اینا کار میکرد آلمانیش فول شد. خواهر خانم از بچگی تو معدن کار میکردن؟ آفرین، چه سوال خوبی کردیم شما. مثل همیشه نه، تو معدن که کار نمیکرد، ما تو اونا خونه سازی میکردن. خب بعد دیگه خانواده هاشون هم آورده بودن. آه. پس خواهرش خدمتکار بوده، آلمانی بلد شده. مامان خودش در می خدمت کار. نه خواهرم کارگریشونو نمی کرد. آقا برام راشت این چیه من نمیشم اونجوری لازم سوات میفهمی چی میگی؟ بابا خراب شد دیگه، آبرو خواهرم را من احمقم. این ایجنت کو؟ تو حیات داشتم با تلفن صحبت میکردم. چرا نمیگی؟ مدیر برنامه بازیکنا رو ورداره بره پولا بریده بفهم. خواهر کارش درسته، خیالت راحت باشه. چی بهش گفتی زامیاد؟ منو لو ندادی که زامیاد؟ برام زامیاد آمون سربسته بهش گفتم دیگه، گفتم هرکی مهناز خانم راضی کنه 1000 تا گیرش میاد. تموم. چقدر؟ 1000 تا دیگه. 1000 دلار برای اینکه مهناز رو راضی کنه؟ اکیسه خلیفه میبخشی لعنتی. بابا تو چقدر گده وای درست اینه که همه پول رو دستمون برو که چندش؟ آقا برم من همه الان میگم من از 1000 تای خودم نمیگذارم به هیچ وجه. اصلا تمایید یا تمایید و نارفیق حامیدا جان دیگه در گوشی بسته عزیزم، بیا ببینیم آقا دوما چی میگفتن. مامان داشتیم درباره دیوار برلین صحبت میکردیم که تقسیم برلین به شرقی و غربی این تصویر آلمان متحد و یک پارچه رو توی ذهن تمام مردم دنیا خراب کرده، در صورتی که من و شپیتی معتقد هستیم که این دیوار برلین هیچ گونه اثری توی روابط بین دوتا آلمان نداشته. وای پارمیدا جون انگار دارین اخبار میگین، چقدر اطلاعات سیاسی اجتماعی تون خوب شده. تحلیلیه مری خانم، من تا الان فکر میکردم فقط یه دیوار چینه. Stell dir mal vor, in der Zeit hatten wir ein Spiel im Berliner Olympiastadion. Das war das Finale gewesen. میگه که اون زمانی که دیوار برلین رو ساختن، مادر پدرش اون ور دیوار میمونن، خودش این ور دیوار. Also es war ein Riesenstadion, ja, und auf der einen Seite, da waren über 100.000 Zuschauer. Ja. Ja. Auf der einen Seite waren unsere Zuschauer, auf der anderen Seite die des Gegners. Und die haben ein Feuerwerk gemacht, sowas hast du noch nie gesehen. میگه که وقتی که دیوار برلین میریزه، بعد شپیتی میره اونجا که مام باباشو پیدا کنه، بعد بهش میگن یه دیوار، یه تیکه سنگ خیلی بزرگ، خیلی بزرگ میفته رو باباش و باباش درجا میمیره. قد بدم میاد که دیوار بکشن بین مردم، بعدم تازه یه تیکش میفته آدم ها رو بکشه. یه تیکه دیوار میزنم. آرزوی قلبی من و مهناز جان اینه که هرچی خاک و سنگ دیوار برلین عمر با عزت این خانواده باشه. لطفا ترجمه کنید. چطر به جان مادرم خاطره شد. میگه که اون روز همه خوشحال بودن، فقط اشپیتی بوده که گریه میکرده. مامانش چی شد؟ بپرسین مادرشون برای دیوار چی شد؟ آمه
hast du gemacht? Wir haben uns dann umgezogen, sind rausgegangen zum Warmmachen. Ich hatte einen Stress gehabt, das kannst du dir gar nicht vorstellen. دیگه خیلی استرس داشته و پیش خودش تصمیم میگیره که یه کار بعد انجام بده. برای همین تصمیم میگیره که کبریت بفروشه. اون das Spiel ging los, das war ein sehr hektisches Spiel. کودک کار بوده نه؟ خیلی هوا سرد بوده و بعد مجبور میشه که کبریت‌ها رو یه شب روشن کنه. یکی روشن کنه. Schiedsrichter ein Foul gesehen hat, wo eine rote Karte gibt. بعد آخرین کبریت رو که روشن میکنه تصویر پدرش رو توی اون شعله آتش می‌بینه. در واقع روح پدرش. Und schickt den Spieler vom Platz runter. Ruhe, Babosch, Besch, wie geht es? Boro, Dombole, Mama, nicht weg. Ja, das war ein sehr verrücktes Halbzeit lang. Der Trainer hat ganz verrückte Entscheidungen getroffen. Mige, Heli, die getan haben, Heli. Baboyat, Hartur, Michode, Bere, Dombole, Mama, der ist weg. Das ist mein Mann, Heli, Aschnas. Boro, Hallo, Mama, das ist was, Kibar, Mann, Tarif, Kerli. Doch, der hat gekippt, Fuß. Scherauf, ich bin kein schlechter Verteidiger. Dann hat er sich ins Mittelfeld gestellt. Und dann zwei Minuten vor Schluss. شیکته میشه این میگه هر شهری که میرفته تمی دو دقیقه پیشش مامانش رفته از اون شهر. مهناز شو مهناز آروم باش. شپیتیم من کارتونتون رو دیدم هاش سمبور اصلا. وارم وینسی؟ اس ایس نیکس از این فروید ترینن. فروید ترینن. بعد مهناز جون. بله. میگم من نه سر پیازم نه ته پیاز، کاری هم ندارم که میخوای این تاریخشو عوض نکنی، ولی میدونی انسانیت حکم میکنه که تو کار درست انجام بدی. خاور خانم، انصافا حق این پسر دیگه رنج کشیدن نیست. پدر زیر سنگ، مادر گریزون. نه علاقه خوب فکر میکنم خیلی زندگی غم‌انگیزی داشتی. خیلی ناراحت شدم و خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. خیلی. ولی من نمیتونم کار غیر قانونی انجام بدم. امیدوارم خوشبخت بشه از این به بعد. خیلی خیلی عذر میخوام میونه کلومتون. میخواستم اگر ممکنه خانم‌ها و آقایون یک چند لحظه‌ای برای یک جلسه کوتاه توی ناهارخوری تشریف بیارید. من که مهمون دارم، باید پیش مهمونم بمونم، ببخشید. منم که حال حوصله جلسه رو ندارم. شاهرخ از طرف خانواده ما هست، دیگه من بیام. خانم ابریشمی، شما که انشالله تشریف میارید. بله، بعد در خدمتتونم آقای دلپاک. آقای بهرام، زامیاد جان، خانم‌ها، آقایون، تشریف بیارید. همه رو جمع کن بیا. نمیتونم دیگه، همش جلسه کل عیدمون شد جلسه. باشه باشه، ببین چه جلسه کاره داره. باشه جلسه تمام عیدمون شد. سر توی سر بار نمیره. این نرماله؟ این پولارایزه. خودت مسخره بکن. ببینید، مسئله اخلاقه. اینکه شما همسر ایشون هستید، شما مرد هستید، ایشون زن هست، این مهم نیست. مسئله اخلاقیاته که باید متوجه نمیشه. این باید برف من ازش بده. مگه بعدش ما یه زندگی داریم بچه‌ها. نباید حرف من مرد این خونه است. بیرون میگه بهرام جون اجازه بده بس دیگه. آروم باش. بس دیگه، خط جو ما چندش نکنین، بزنین با آرامش رای گیری کنین. ما؟ بعدم آقا مگه میخوای مدیر ساختمون انتخاب کنیم که رای گیری کنیم؟ یه پیشنهادی به خانواده ما شده، من قبول کردم. منم قبول کردم. نه 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 آقا بهرام، این موضوع به همه مربوطه.
همه کسانی که توی این خونه ساکن هستن حقشونه که بدونن، باید بدونن که دارن با کیا زندگی میکنن دیگه. نه احسن خانم عرشدم، حرف دل من رو زدید و مهمتر از اون باید عرض بکنم که نقل و انتقالات غیر قانونی در نهایت به فوتبال مملکت لطمه میزنه. جناب سرهنگ بی خیال، تا دیشب که با من پلی استیشن بازی میکردی فرق هافک راست با پرچم کورنر نمیدونستی، الان راجع به سلامت فوتبال نظر میدی. اتفاقا گلی که در لحظه آخر زدم بی شباهت به گل خداداد عزیزی نبود. من از فوتبال چیزی نمیدونم، میخوای نام ببرم؟ علی پروین، علی دایی، عابدزاده، عباس جدیدی، حجازی، رحمتی، حیدری، سردار آزمون، اون نازنین پژمان جمشیدی که اتفاقا بر حسب اتفاق شباهتی هم به شما داره که اگر میدونست به شما شبیه از خجالت آب میشد میرفت زیر زمین زیر سنگ. دیگه هر چی دوست داری جناب سرهنگ داری میگی، منم حرمت موه سفیدتون رو نگه میدارم، اون شبیه منه؟ جناب سرهنگ کجا شبیشه؟ خیلی فرق دارن، موهاش فرفریه. تو اگه اون شبیه من بود میرفتی زنش میشدی؟ موهاش فرفریه. اصلا نظر نظر شماست، شما نظر بدید، ما نظر مشورتی میدیم به شما. بله. بگید. میگی؟ بگو. نمیگید؟ میدونین من اصلا پول برام مهم نیست، اگه برام مهم بود که با بهرام ازدواج نمیکردم. آقا این متوجه نیست، اصلا موضوع الان پول نیست بفهم. مسئله من الان روابط بین دو کشور دوست و تقریبا همسایه است ایران و آلمان، میخوای خرابش کنی؟ ما این همه فوتبالیست به اینا دادیم، اینا این برخوردو کردن، اینا برگردوندن که ما الان جوون اونا رو برگردونیم بره؟ میخوای معتاد شه؟ بعد ما ایرانی ها مگه به مهمون نوازی شهره نیستیم؟ آفرین. بعد پس فردا میگن چرا به ما ویزا نمیدن؟ برام مهم نیست که چی میگم، لطفاً آقا رو برگردونی سر خونه زندگیشون. معنات بشین دارم صحبت میکنم. سرم ببین رفتارشون. احسنت احسنت، من افتخار میکنم که زیر سقفی هستم که اخلاق درش رعایت میشه و مهمتر از اون اتفاقی امروز رقم خورد که در نهایت به نفع فوتبال مملکت. آقا بهرام من به شما تبریک میگم با داشتن یه همچین همسر گل و پاک دسته. بوران خانم ما اینقدر پاک دستیم که تاکسیمون هم مال خودمون نیست. چشش رنگه؟ آبی یا سبزه؟ یه آبیش 20% گرونتره دیگه؟ آره. بوره؟ ای یعنی چی؟ هست یا نیست بالاخره؟ خالکوبی داره یا نداره؟ بابا یوسف جون بازیکن خارجی یعنی بور یعنی زاغ، حالا تش مشکی بلک، اینه که شبیه خودمونه، کسی باید اینو پول نمیده که. حالا عکسش رو بفرست ببینم چطوریه. سیاه خوب انا. آره. اسمش چی بود؟ کوارز؟ کدوم تیم بازی کرده؟ چه میکنم این کوارز؟ آقا دارم تلفن صحبت میکنم. عجب کدوم؟ گل نزنیه این کوارز. آقا خوبه، آقا یه رزه سب کنوز ببینم چی میگه. آقا عادل مهمه بگو بیاد. کورنتیانس؟ خیلی خب باشه، بفرست ببینم چی کارش میتونم بکنم. الان دارم صحبت میکنم جایی. باشه باشه، خدافظ خدافظ. آقا نتیجه چی شد؟ نشد. آقا هر چی بهش میگم قبول نمیکنه، زیر بار نمیره. من شرمنده. خب مرض داشتی منه که شوند اینجا زدی دماغ منم ناقص کردی. آقا مؤدب باشم، این حرفا رو میزنم اون یکم میشکونم. آقا میگم دیگه. پای زنا وسط باشه، همه چی رو حواست. فکر میکنی من خودم خوشحالم؟ اعصابم داغونه. آقا از اینجا تا فرودگاه چقدر میشه کرش؟ یعنی چی؟ مگه تاکسی فرودگاه نیستی؟ من تاکسی فرودگاه نیستم، تاکسی فرودگاه دارم. حالا هر چی بازیکنی که آی تی سی نداره به درد من نمیخوره دیگه. یعنی چی میخوای منده خدا چیکار کنه؟ برگشتش توی ساکشه. خب ببرش بذارش فرودگاه بره دنبال زندگیش. آقا میگم بس، همین 200 دلار بس. بیا گفتی چقدر میشه؟ 40. 50 تو همه بیا. حالا این که نشد، میتونی منو یه جایی بفرستی؟ لیگ یکم باشه میرم، آ پول بدن میرم. تو مگه فوتبال بازی کنی؟
دمت گرم، من پرسپولیس بودم. تو پرسپولیس بودی؟ بله من پرسپولیس بودم دیگه بچی. این پرسپولیس میومد تپای داوودی تمرین کنه، یه اسفالتی جلوش شد، ما اونجا گل کوچیک بازی میکردیم. این بازیکن‌ها تمرینشون که تموم میشد میخواستن برن سوار ماشین بشن، توپ ما رو میگرفتن ما رو خرس میکردن. میگم جون خودم با همشون بازی کردم، یه چیزی بگم باورت نمیشه، مطمئنم من از آقا فرشاد لایی خوردم خودم. میگم به جون بهرام، به جون بهرام لایی زد فرشاد پیوس. ببین بلورسازی گچسار ما تیم پیشکسوتانش یه دونه دفاراس میخواد. امان کنم بری؟ آره بابا دمت گرم، گچسارا نزدیک هست. صحبتی بکنم دمت گرم. پولم میدن؟ نه بلور میدن. بلور که اصلا آخلی زاده تو کار بلوره، میفروشه پولشو بهم میده. آره من برم همان کنم. میخنی میگم جون خودم آخلی زاده همان کنم دیگه. دمت گرم. آره. منتظرم شماره رو که داری دیگه. آره آخلی زاده خورد. زشته، مهمونمون داره غذا میخواد، نشستی جلوش این قرار میکنی کوفتش شد. همین چه جوری دارم میخوره من قرمه سبزی میخوام. حالا زبان بلد نیست، رفتار تو که میفهمه، بذار غذاشو بخوره ببرمش فرودگاه. قرمه سبزی چرا بر من نیورد؟ یه ذره داشتیم دادیم این بخوره، ول کن. Delicious. It's so delicious. Yes, yes. دیگه خیلی delicious. مهناز زشته. یه کاری کردی، من $8,000 پول بیزمونو دارم میذارم تو ماشین ببرم فرودگاه. فرودگاش هم ما باید ببریم. It is good. مهناز مگه من راننده فرودگاه نیستم؟ خب ببرمش فرودگاه، برگشتنم دوتا مسافر میذارم میارم، بعد دارم کار میکنم. قرمه سبزی میخری برام. مهناز زشته، نکن این کارا رو. فرودگاه؟ آره فرودگاه. بخور دیگه، 3 ساعت قبل پرواز باید فرودگاه باشی دیگه. حرف میزنه. نمیفهمه تو چی میگی که. خب بذار من خارجی بهش میگم متوجه میشه. فرند هیر ایران ایز ترافیک یا اتوبان ترافیک اند لانگ می اند یو گو تو. پروازت کی پرواز؟ وات؟ پروازت کی پرواز؟ که نمیفهمه، باید بلیتش رو نگاه کنی. ویر ایز یور بلیت؟ یور وات؟ ویر ایز یور بلیت؟ بابا این خارجی هم نمیفهمه که. بلیت بهرام، منظورت بلیته؟ Where is your ticket? Oh, my ticket. Yeah. Yeah, this is my ticket. Shoot, shoot, shoot. همه شو نخور، دل درد. کجا شوی؟ بده من. بهرام؟ ها؟ این که پس فرداست. پس فردا. پس فردا مرضه. این چی پس فرداست؟ You daddy only one billet? No billet again? Only one ticket. No have again? No, no, just this one. Just. خورد همشو. مهناز داره با ما همخونه میشه، به فکر قرمه سبزی مهناز. جام درد گرفته. جدا خونه داره بین المللی میشه. نکن آتش با من. ریجکت کرد برامو. معلومه که ریجکت میکنه. دیگر ما این یارو چی کار داره؟ به جایی که پول هتل بده برش رو آورده خرابش کرده سر ما. اینقدر تو خنگی. من بهت گفتم این یارو نمیشه اعتماد کرد. ممکن بود پول تقلبی بهت بده. Delicious. Oh, it's really delicious. I like it so much. خودت میدونی. دل درد، دل درد. Calm down, girl. دوباره منو تو سختی ها گذاشتی رفتی. وان بلیت. Just this one. You believe? Sure. بدبختی پشت بدبختی. بدبخت. با شاروخ این بچه از یه گندولیا اومده تو کشور ما غریب، ولش کرده رفته، فقط فکر پولن. چقدر بد. بیا مادر جون. این عزیزم بردار این بالش پر رو بهشون بده. مهر خانم. جانم. این بالش پره قور میخواد بده خارجی روش بخوابه؟ من 40-50 دفعه بهت گفتم یه شب بده به من روش بخوابم، نذاشتی. مگه خارجی و ایرانی داره؟ مهمون حبیب خداست، چه فرقی میکنه؟ یارو قد بهش بدی کرده، بس ما بهش محبت کنیم یادش بره. بعدم این بالش با اون بالش چه فرقی داره؟ توی بالشو پره قوه، تو بالش من شونه تخم مرغ، فرقش همینه. پره قوه نیست و پره مرغه. اونم که میبینی شونه تخم مرغ تو چه، برای که خوب وایسه شالشویر نشه. ماما میگفت آرمان میاد دیگه، من همه درس داشتم. حالا ببر بده مادر جون. خیلی خوب ببر ببر بابا، همش مردو ببر بهش بده، رخت خواب تخت خواب هر چی میخواد بردار ببر دیگه. اصلا برو ببین، برو اون زیر شلواری ابریشمی منم هستا، برو اونم بهش بده.
چه نگاهی هم میکنی؟ نکنه نکنه زیر شلواری ابریشمی منم بشدادی. ها بابا آرمان دو ساعت پیش برد زیر شلواری. میری ای چی چی داری میگی بچه؟ خوی تنگت بود تو الان چاخ شدی یه دیگه اندازت نمیشه. خب من گفته بودم یه وقتی مهمون میاد آبرو داره بد کاری کرده تو. خدا ناراحت نشو حال دیگه دادم دیگه. میری کارات چی میکنی؟ من یه حس خوبی با اون زیر شلواریم داشتم، چرا این کارا رو کردی؟ تو پسر خودش با یه چمدون لباسه خارجی اومد اینجا، پیژامه شما رو میخواد چیکار کنه پدر؟ اگه منم چشم آبی بود، اگه مثل اون زاغا بور بودم اینجور نمیشد. هر جا میرفتن میگفتن خلیل زاده اومد، خلیل زاده اومد، خلیل زاده اومد. میخندی؟ بد نمیومد با اصلا بد نمیومد. زاغا بور خوب نمیشه. حالا بس یعنی حالا با این بامزگی داری به من تیکه میدی؟ نه. نه خودت بگو. ما واقعا همیشه برای تو کم گذاشتیم. گوشت تو خورش برای شما میذاریم. بهترین منافع، بهترین بالش، حالا اتاق میشونیم. یعنی چی؟ چرا این حرفا رو میزنی تو رو خدا؟ بس حقیقت هرس نخور. مال دنیا حقیقت ارزش نداره ها. بابا میگه تو نیکی میکنه در دژه. شاید ما این دفعه رفتیم آلمان، یه آلمانی دست ما رو گرفت. مری خانم این حرفا چیه میزنی؟ آلمان کدومه؟ ما تا جاجوش بیشتر نرفتیم. وقت بریم آلمان. حالا میخواد بدبختی خودت به سر ما بزنی. نه یه بندر عباسی نقش می نکشی تا آلمان رو نبرد. چیکار کنیم؟ خیلی خوب. هر کار دلتون میخواد بکنید. منم بذار روش ببر بهش بدی. بگو آرمان خودش میاد ببر بهش پشت در اتاقشون. ببر بابا. همه رو ببر. هر چی دلم بخواد ببر. برو عزیزا. برو. برو. اینقدر تو به این بچه ها خوبی بکن میفهمی؟ تا همینجا موندگار بشه. به همین فوتبالیستو میگم ما. خب ببونه چه عیبی داره؟ من اصلا از این مهناز خانم تعجبم. بگو بابا چون ای از یه دنیا پوشده اومده یه لگدی بزنه زیر توپ. خب بزنم بزنه چه اشکالی داره؟ شما نمیخواد دخالت کنی. اونا خودشون بهتر میدونن. ما اگه دخالت کنیم اونا فکر میکنن که ما کیسه دوختیم برای پولشون. ول کن توی کارا دخالت نکن. من اگه اهل کیسه دوختن بودم که زن تو نمیشدم شارو. هر چه تو دلت بیار بیرون برای کلا. نمیخواد بهت بر بخوره. خب یه واقعیتیه. من اگه میخواستم به پول اهمیت بدم میرفتم زن پسرامو میشدم که پولش از پالو بارو میرفت. نه که بشم زن پسر خالم که هیچ پول نداره. بله ارادت دارم خدمت پسرامتون. از اون رشوه بگیرای قهارن ارادت دارم خدمت شما. شارو خیلی بده که آدم غیبت بکنه. به قول مامانم اون دنیا مار میره تو گوش آدم. مار میره تو گوش آدم؟ خیلی عجیبه. من نمیدونم چرا به من پیشنهاد رشوه نمیشه. خب حالا بده که نون حلال آوردی سر سفره. نه خیلی هم خوبه، راضی هم هستم الحمدلله. اما یارو که میاد تو اداره ما میره طبقه اول، دوم، سوم، دو سکه، سه سکه به همه میده. اما موقعی که نزدیک من میاد میاد تو چشام نگاه میکنه لپمو میکنه میره. وای مگه بده که حالا قیافت به رشوه گیرا نمیخوره؟ نه خیلی هم خوبه. اما اگه به آدم پیشنهاد بدن آدم قبول نکنه حس خوبی داره. من دلم میخواد بهم پیشنهاد بشه. یه پیشنهاد بدن بابا، یه پیشنهاد بدن دیگه. که الان میگه حس خوبی داره واقعا نرماله؟ این حرف میزنی میخوای نفس امارت امتحان بکنی؟ پش پش بر به سرهنگ حرف بزن ببین میتونی این بچه رو نگه داره. گناه داره طفل معصوم اینجا بمونه. اون کار قانونه بابا جان، اون کار قانونه. وای می قانون خداست که نشه عوضش بکنی. من نمیفهمم همه کارهای ما قانونیه که این یه کارو بخواد رو قانون پیش بریم. حالا اگر باز میومد تو فجر سپاسی توی برق شیراز بازی میکرد یه چیزی، میرفتم به مهناز خانم سرهنگ این اون رو میزدم کارشو درست میکردم. اما الان میخواد بره تو تیم رقیب بازی کنه، نمیشه. ببین اشپید از بچه ما خوشش اومده، هی داره چپ و راست از آرمان عکس میگیره. کی؟ اشپید. یه بار دیگه بگو. زیاد نگو. نه بگو واقعا. کی؟ وای که دارم میگم که اشپید. اشپیم. وای اشپیم. اصلا ما بگیم اشپید یا نه تو که میدونی من دارم کی میگم. چرا داره غلط منو میگیری؟ خیلی خب پشت برو خوابم میگیر. پشت برو. یعنی چی؟ پشت برو بیرون دیگه میخوام بخواب. برو بیرون واقعا که مهری پشت برو بیرون. چراغم خاموش کن. حوصله ندارم. چرا نگاه میکنی؟ پشت یعنی چی؟ برو چراغم خاموش کن. آرمان نچان. آرمان ببین خارجی ها شوره دارن. نه تنها شوره نداره بلکه ریختگی پوست سرم نداره. خراکوم شوره نداره مو. نگاه کن میشه چه آدم نرمه. از اون یه چیز دیگه هست. آقا چرا زلج؟ آقا اینو اصلا ول کن ول کن. اونو بذار کنار با صداش دیوونمون کرد. بگیری بخواب این دیگه. ببین چه نرم کار میکنه. بی صدا مثل بنز. چه راحتم خوابیده ها. اصلا انگار نه انگار 200-300 هزار دلار از تو مشتش در اومد. آی گفتی آرمان، خود من
همین 7-8000 دلار داره دستم میپره، چشامو که میبندم خواب دلار میبینم، بازش میکنم. ولی بهرام خانومت یه ذره ازت حرف شنوی نداره، یه ذره نفوذ نداری، این همه افتادی دست و پاش، التماس کردی، پشتیزی برات ارزش قائل نبود. تو عقل نداری؟ از این زاویه به داستان نگاه میکنی؟ زن من باب ماهه، نمیتونم استرس بهش بدم، بچم یه بلایی سرش بیاد تا آخر عمر خودمو میبخشم. اگه به این حرفات آقا میخوایم یه الان بدم بیدارش کنم، بفرستم بده خونه باباش. من اصلا میگم شاید یا مهناز خانم رضایت دادم. حالا اصلا به قیافش نگاه کن، یه معصومیت از دست رفته ای تو چهرش هست که آدم آتیش میزنه. آرمان دلت به حال خودمون بسوزه که 10000 دلار پول بی زبون اینجا خوابیده، نمیتونیم بهش دست بزنیم. چرا نمیتونیم دست بزنیم؟ الان من دست میزنم. نه آرمان دست بزن به من. منظور من این بود نکنی بیدار میشه. دعا کن یه دونه دیگه زامیاد، نکن بیدار میشه. اگه منم این خواهرم رفته بودم دنبال زبان، یه دو واحد زبان خونده بودم، الان خودم ایجنت شده بودم، منت این آتش افروز اینا رو نمیکشیدم. دو واحد، سه واحد فوقش. شما کلاس برو این خواهر رفته کلاس زبان یاد گرفته، کمباین فروختی معلومه چی شده، زبان یاد گرفته، الکی چرت و پرت میگی. تو ایجنت بشو، من هر روز که میرم فرودگاه برای تو یه دونه بازیکن پیدا میکنم از اونجا میارم. علی آقا برام، شما اگه این کارو بودی خانومی تو راضی میکردی، همینو به پول نزدیک میکردیم، نگودی که اینا دارین منو دیوونه میکنین. ها برم الان بیدارش کنم، بفرستمش بره خونه باباش. برو بذار بره. خب برم بیدارش کنم. برو دیگه. برم بیدارش کنم. زن پا به ما بیدارش کنم. شما انسانید؟ آقا تو که تعطیلات این خانومت از باباش حساب میبره، افشنوی داره باباش. تو پدرزن من آخه میشناسی اینو میگی؟ پدرزن من بفهمه یک قرون داره گیره من میاد، 100 تا نگیره ولکن نیست. یعنی الان بخوام حساب کنم، این 10000 دلاره 1000 دلار میشی تو، 1000 دلار میشی تو، 100 دلار منه بدبخت. بدبخت چه؟ بدبخت ها؟ 7900 دلار پدرزن بدبختم. بدبخت نمیگه آقا به من میگه؟ آقا دو تا میگه. آقا بذار من حساب کنم، ببین 1000 تا 1000 تا یه حرف بابا بشین تو نمیخوای. آقا سرپنجه الان سر میاد تو حساب نکن لطفا، حساب نکن. همین یه مثلا از بحث مالیشم که واقعا بگذاریم بذاریم. آقا آرمانی چه کاریه میکنی تو بعد از این اتفاق؟ چرا عشق دم مشکت از گریه نداره الان بحث ما؟ بهت گفتم خاطره شد کابوسه، بهت میگم خاطره است، به من اعتماد کن. برام داره بهت میگه داری به پوچی میرسی، به تو این سن و سال بلند شروع بای خودت، بعدم بگینی بخوایم با پنجره که فردا بازه، شاید مناز یک کاری کرد. بخوابید، بگی بخواب آرمان، بگی بخواب. آرمان به چپ. برام بگی به چپ. آقای دلپاک شما دقیقا دنبال چی هستی؟ الان یعنی صفحه شخصیشه، هر چی میخواییم بگیم من ببینم. دخترم میخوام ببینم که کیه، چه کاره هست، پدر مادرش کیان، خدای نکرده سوء پیشینه ای نداشته باشه، با اینترپول اروپا مشکل نداشته، از اینجور چیزا. هم مشکوکین شما بابا به همه چی؟ دخترم مشکوک بودن نیست، مسئله اینه که یه خارجی اومده تو خونه ما. ما به عنوان یک ایرانی قبل از هر چیز وظیفه‌مونه که مهمون نواز باشیم، اما قبل از اون هر چیز باید بدونیم کیه. یه موقع خدای نکرده اونجا پول مردم رو نخورده باشه، مجرم نباشه، اختلاس نکرده باشه، با این قیافه معصومشی و داعش نباشه که فرار کرده از اروپا حالا آمده اینجا تو خونه ما قایم بشه. به چه جاهایی فکر شما رفته باباها؟ خب به هر حال نماینده مالک اینجا کلید اینجا رو داده دست من. خب من در مقابل اون و در مقابل وجدانم مسئولم، پس فردا همه میذارم میرن، من میمونم و وجدانم. نگران نباشید جناب سرهنگ، ایشون واقعا بازیکن فوتبال بوده و اینکه تو چند تا تیم بوندسلیگا هم دروازه‌بانی کرده. ولی خب اینم منو مشکوک میکنه، برای اینکه دروازه‌بان باید یه هیکلی، یک شرارتی، یک چیزی داشته باشه که بازیکن‌ها ازش بترسن. الان نگاه بکن عابدزاده، این عقاب، شما بچه شما نبودی، من که جوان بودم عزیز اصلی بود، آدم میدید زهلش میره ازش. این قیافش مثل یه چه میدونم شطرنج بازیکن، پینگ پونگ اینا. وای چی شده دخترم؟ خبر خودم نجات بدی، هر جا میرم جلوم ظاهر میشه. چرا
چی شده مگه؟ راجب این بازی کنه است دیگه. خب. میگه دور خدا یه کاری کنه از ایران نره، یه کاری کنه از ایران نره. خب شاید بازی کنه مخشو کار گرفته، آخه فقط خاور خانم آلمانی بلده. من یه بار گفتم دیگه، گفتم کار غیر قانونی انجام نمیدم. اصلا شما چند بار گفتید که کار غیر قانونی انجام نمیدید؟ من تو آشپزخونه آب بخورم، یهو از اون یکی در آشپزخونه داره میاد. فرار کردم اومدم ولی برم تو اتاقم، یهو دیدم شما اینجایی، در واقع منم به شما پناه آوردم. بله خانم شما نگران نباشید، من این قضیه رو درست میکنم. این بوی پول که به مشام میرسه انسان تغییر میکنه. بله. من بفرمی شما دستتون دار نکنه. من نمیفهمم چرا اصلا خواهر خانم یهو قصد ازدواج با این مثل اشپیتیم زد به سرش. آخه چرا این همه کیس مناسب وجود داره؟ آخه یکی نیست بهش بگه چرا شما؟ مهناز خانم من که اصلا قصد ازدواج ندارم، اونم با یه فوتبالیست. مهناز جون منم که میدین دارم درسمو میخونم، اونم اشپیتیم. نه چرا شما به خودتون گرفتین؟ نه نه منظورم اینه که خیلی کیس ویژه‌ای هم نیست. میدونین چیه به نظر من؟ البته من نظرم بسیار تحلیلیه چون در فدراسیون کار میکنم. به نظر من این آقای فوتبالیست اومده اینجا که یه پولی در بیاره. اینا بازیکنای اروپایی رو که سنشون میره بالا و دیگه اونجا بازاری ندارن، فهمیدن میان ایران که پولی بذارن تو جیب خودشون. البته نظر شما واقعا محترمه مهناز خانم، ایشون سنش رفته بالا بله، اما بازیکن کم کیفیتی نیستا. ببینین از سال 2004 تا 2006 تو باشگاه دوسلدورف بازی میکرد، توی همین تیم هم دو تا قهرمانی بوندسلیگا داره. بله تازه 2006 رفته کلن، دروازه‌بان دو اون تیم بوده، 8 بارم بازی کرده براشون. توی آخرین تیمی هم که بازی کرده چیه، ویان اتریش، راپید ویان، راپید ویان اتریش بوده سال 2013. و این که خیلی عجیبه بعد از اون دیگه بازی نکرده تا همین تاریخ، و سال جاری توی یک تیم هندی بازی میکنه و یک دفعه تیمو تنها میذاره. سر خبر میاد بالا. الانم تو حاشیه فرانکفورت داره با مامانش زندگی میکنه. مامانش؟ مامانشو پیدا کرد؟ بله مسی. چه تحقیقاتی کردین؟ من موقعی که میخواستم با بهرام ازدواج کنم هم اینجوری راجبش تحقیق نکردم. حالا خواهشن چیزی که میگم بین خودمون بمون. بگو من همه چی پیش خودم میگم دهنم. آره شاید دوست نشه باشه مثلا شماها بدونین. خاور خانم اومد پیش من گفت آتوسا. گفتم بله. گفت برو برای من تحقیق کن. گفتم خاور خانم راجب کی؟ گفت شپیتیم شپیتیم. گفتم چی میخوای بدونی؟ گفت میخوام ببینم دستمزدش چقدره، تو چه تیمای بازی میکنه، چی کار میکنه. آها این اصلا به پول این چش دوخته. من روز اول گفتم این خاور پولکیه. ایمای خانم شما با این هیکل کجا میشه قایمتون کرد؟ اجازه بدید. من فیلم. چه نسل عجیبی هستین شما، بی تربیت و بیا برات آب کن. خودتون ایشالا حامله میشین و بهتون میگن گوری. حرف بدی زدی، کاش نمیگفت. کجا بذارم اینو؟ نه بدی، اینقدر جا زشته. شیفه